به نام خداوند. تاپک امروز ما شما در هفتاد ششت و چل بخیر شروع شد. تاپک اولی که ما شما در قسمت هفتاد ششت و چل داریم Active Directory Domain Controller است. AC و DC کانفیگر میشن. Domain Controller و Active Directory. Active Directory تعریفش چی است؟ Active Directory تعریفش قسمی است که عبارت است یک دیتابیز در سرور باشده. چی میموشن؟ یک دیتابیز در سرور. یعنی هر کاری که شما در سرور انجام میتین در کجا سیو میشن؟ در اکتیو دایرکتوری سیو میشن. که اکتیو دایرکتوری رولای مانند اکتیو دایرکتوری یه زنان که در اکتیو دایرکتوری دومین انترس و بعضی چیزای دیگه دارن. در اکتیو دایرکتوری فولدر به نام NTDS، فولدر به نام سیزول، فولدر به نام ریسوان ریستو، این موضوعات در اکتیو دایرکتوری بحث میشن. احتمال دارم ما شما دو سه تاپک در اکتیو دایرکتوری داشته باشه. اوکی. امروز انستالیشن اکتیو دایرکتوری است و کانفیگوریشن اکتیو دایرکتوری است. خب چپتری که ما شما در هفتاد ششصد و چل بحث داریم کرییت ان اکتیو دایرکتوری دومین. تا زمانی که ما اکتیو دایرکتوری انستالیشن نکنیم کامپیوتر ما چیست؟ ور گروپ است. اکتیو دایرکتوری انستال میکنیم، دینس کانفیگر میکنیم، بعد از چی میشه؟ دومین میشه. خب دقت کنید، اول چی کار باید بکنیم؟ اکتیو دایرکتوری انستالشن کنیم، بعد از او DNS کانفیگر کنیم، بعد از دومین بشه. دو موضوع اساسی که بین اکتیو دایرکتوری و DNS است. اگر DNS کانفیگر میکنیم، فرض مثال DNS کانفیگر میکنیم، مثال به نام افزاری .com، فانوس .com، کاردان .com، یونیورسیتی .com، اگر بعد از فرض مثال DNS کانفیگر کردیم مثال به نام سمیر .com، باز مستقیما اینمی اکتیو دایرکتوری رو اگر کانفیگر میکنیم باز سمیر .com دو جا بتید. در غیر از اون نمیشه که اینو با هم چی کنن؟ ارتباط برقرار کنن. یعنی اکتیو دایرکتوری با DNS مستقیما ارتباط داره. DNS که از دومین نیم سرویس است. یک چیزی به نام FTDN براتون میگه، فولی کوالیفاید دومین نیم براتون میگه. همین مثلا .com میباشه، google.com میباشه، یک دومین نیم است. اینمی دومین نیم ما کرییت میکنیم. برای به اینمی دلیل بحث اساسی که در ابتدا اکتیو دایرکتوری است که انستالیشن و کانفیگریشنش است. خب میریم در قسمت سرور. این اینترودکشن است. چپتری که 7640 هست در مجموع 1037 صفحه است با اگزمش ابده چپتر اینجا هست که تمام کانفیگریشن و منیجمنت است. خلاص بعد از این میریم بالای سرور 2008. به خاطر انستالیشن اکتیو دایرکتوری میریم استارت مینو. اگر سرورتان 2003 باشه میرین در مای کامپیوتر میگین اد و ریموف، در اونجا سی دی را مندازین و انستالشن میکنین. اگر سرورتان 2008 یا 2012 است میرین در کجا؟ سرور منیجر. کجا کلیک میکنین؟ سرور منیجر. اینجا اد و ریموف نیست مثل 2003. با مجردی که در سرور منیجر کلیک کردین ما در قسمت رول میریم. شما در سرور منیجر، سرور منیجر چندین بحث داره ببینیم. به این قسمت چی چیز هست؟ رول هست، فیوچر هست، دیگنوستیک هست، کانفیگریشن هست، استوریج هست، این موضوع هست. فقط کار اساسی ما شما در قسمت چی میتونه باشه؟ در قسمت رول میتونه باشه. ما در قسمت رول به مجردی که بالای رول کلک میکنیم شما ببینید در رول چی چیز در رول داره. مجموعاً چند دانه رول در سرور 2008 هست؟ 17 دانه رول هست. چند دانه رول؟ 17 دانه رول. در بین 17 دانه رول شما در این قسمت اد رول کلک میکنید. ببینیم چی رولا در اینجا وجود داره. اینجا انفارمیشن در باری رولا براتون میده وی زردش میتونی نکس بگیم یا اسکیپش بگیم. زمانی که نکس میگیم اینه قدر رول وجود داره. ببینیم اول از اکتیو دایرکتوری سرتیفیکیت سرویس. ما سرتیفیکیت در دی آر ای کلاینت هفت خواندیم. چی بود؟ دیتا ریکاوری اجنت یادتون هست؟ کم سرتیفیکیت واضح شد. اینجا هم سرتیفیکیت هم میخوام. موضوع دوم است اکتیو دایرکتوری دومین سرویس. اینی ما کار داریم فعلا. اکتیو دایرکتوری دومین چی؟ سرویس. نکته سوم در این قسمت است اکتیو دایرکتوری فدریشن سرویس. برمی ترتیب اکتیو دایرکتوری، برمی ترتیب اکتیو دایرکتوری، برمی ترتیب اپلیکیشن سرور که در اپلیکیشن سرور فایل سرور ها میتونه باشه و برمی ترتیب دی سی پی سرور همیشه که براتون میگفتم نی داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل. دی سی پی سرور است، DNS سرور است، دومین نیم سرویس یا دومین نیم سیستم، فکس سرور است، فایل سرور است، نیدل پالیسیس است، پرینتر سرور است و همین ترتیب ترمینال سرور است و UDDI سرویس ها هست، ویب سرور یا IIS انترنت انفارمیشن چیه.
سرویس. به این ترتیب ویندوز دیولپمنت سرویس هست و ویندوز سرور اپدیت سرویس هست. اینا رو در بین ابدرول، اگر یک کسی تمام ابدرول نمیخونه به این معناست که اونو 1037 صفحه چپتر 7640 کمار کرد. متوجه باشه. چیزی که ما کار اساسی با او داریم عبارت از چیست؟ Active Directory Domain T Service. بالا از کلیک میکنیم. زمانی که کلیک کردیم دو نقطه را بفهمیم. یکی انستالیشن است، یکی کانفیگریشن. در سرور که رفتیم دو حالت است. انستالیشن به مجردی که اینجا میگی نیکس انستالیشن میشه. بعد از اون باز برش بگو نیکس انستالیشن میشه. خلاص اینه بیا بگو چی؟ انستال. این میشه انستالیشن. و مرحله دیگه مرحله چی میتونه باشه؟ اینا میگیم انستال شو اکتیو دایرکتوری. و میتونین شما در ان برین CMD کنین، در CMD مستقیما DC پرومو کنین. چی کنین؟ DC پرومو. اکتیو دایرکتوری خود انستالیشن شد. این انستالیشن هست در حال خلاص شدن از انستالیشن. زمانی که انستالیشن تکمیل میشه بعد از اون ما تصمیم میگیریم برای چی؟ برای DC پرومو. دومین کنترلر. باید اکتیو دایرکتوری ما را کانفیگر کنیم. آیا ما 40 دومین داریم؟ آیا ما پرایمری دومین داریم؟ آیا ما فرض مثال 40 دومین داریم یا پرایمری دومین داریم یا فرست دومین داریم یا فورست داریم؟ اینجا دومینای تا نبفهمیم که شما چی خواهد؟ فرض مثال سکندری دومین هست، 40 دومین هست، پرایمری دومین هست. ما با فورست جنگل هم میگم. خب متوجه فورست چی را میگم؟ خب دقت در اینجا فرض مثال MSPIT اینجا ببینید که موضوع رو براتون اساس بیان کنم. اگر شما اکتیو دایرکتوری کانفیگر میکنید تا زمان کنه سالشن شما اوکی ببینید اینجا فکر کنین یک سویچ هست. یک چی هست؟ یک سویچ. خب دقت کنید یک سویچ هست. چندین پی سی با این بحث هست؟ یک پی سی، پی سی دوم و به می ترتیب پی سی سوم و به می ترتیب پی سی چندم؟ چهارم. و اینا را نام هم میدیم. مثلا میگیم این پی سی چند هست؟ میگیم پی سی یک، پی سی و سایز از این هم خورتر میذاره. اوکی یک کمی بالا میبریمش. اوکی پی سی یک سایز و به می ترتیب این انتخاب کرده است. کیبورد کنترول هم آکم میگیره سلیکت هم اینده اینجا سلیکت از این یا اینجا کلک میکنه مستقیم میگیم پی سی تو پی سی نمبر 2 اینجا کلک میکنیم مثلا پی سی نمبر 3 اینجا کلک میکنیم میگیم پی سی نمبر 3 و به می ترتیبی پی سی نمبر چند؟ پی سی نمبر 4 اوکی. یعنی 4 دانه پی سی ما داریم. پی سی یعنی پرسونال کامپیوتر و هر کدام از این با چی وصل است؟ با چی خود کنکت کردن؟ با سویچ. اینجا بین کیبل هم یاریم ما سر کیبل هم کبر هستیم بازی هم ثابت میشه بخیر. اینجا شما بیاین ایران با سویچ کنکت کنیم ایران با سویچ کنک کنه ایران با سویچ کنک کنه ایران با سویچ کنک کنه سویچ هایتون در مجموع 8-12-24-48 پورت می داشته باشن. یک سویچ اگر 48 پورت داره به این معناست که 48 کمتر با هم وصل میشه. خب به توجه باشه اینجا اوکی این با سویچ وصل شد. هر کدام از یک آی پی داره یا نداره؟ طبیعی که آی پی داره. فرض مثال ای آی پی داره ای کمی درتون پی سی وان تون 192 یا ای پی برش میده میگه کلاس ای سات دات سات دات چم دات سات دات یک ای کلاس ای پی رفت بچه ما وقت میاد بسید اوکی سیس ای کمی ترم یک ای پی میده متوجه ایران میگیم سات دات سات دات سات دات چم دات دو دیروز کار کردیم نی کلاس ای رفت ثابت شد. و کمتر دیگه هم براتون کلاس آی پی میده. میران میگن آی کلاس نیست. سات دات سات دات سات دات چند دات سات کدام سیم هست؟ آه این دوتا سیم هست. خب خیلی ایش اسلام میکنه. ایش هم میگیم سات دات سات دات سات دات فرض مثال چهار ایران منظم میسازیم سایده شد اوکی. اوکی. خب آی پی گرفت متوجه ای آی پی سیم هست ای که سیم هست اینا ما انتخاب میکنیم میگیم سیم کار نداریم سر دات سر
دات سر دات چند دات فرد مثال یک این رو اوکی صحیح است. اگر ما میخواستیم دو تا کمیتر را با هم وصل کنیم، نه ضرورت به کیبلی بود، نه ضرورت برای سویچ بود، یعنی فیزیکال دیوایس ها ما ضرورت نداشته. چه کار میکردیم؟ حد خاک نیپور کار میکردیم، وایلس نیپور راحت و بسیار سادگی. اینال ما زمانی که یک سویچ هم میگیریم میاریم وصل میکنیم، کیبلینگ دو میکنیم، کمیتر را با هم کنک میکنیم، دو صورت ما مجبور مکلف هستیم چی کار را باید یاد داشته باشیم؟ سویچ و بعد ترکیب فرض مثال 10 تا 20 تا 100 تا کمیتر ما با هم کنک کنیم. بنابراین این دلیل اینجا چی ضرورت هست؟ در اینجا بر کدام از این آیپی میتیم سیف کلاس و یک کمپیوتر باید چی باشه در اینجا؟ سرور باشه. خب متوجه. یک کمپیوتر چی باید باشه؟ سرور باشه. فرض مثال این همی پی سی تور ما سرور بذاریم. اینجا کلیک میکنیم میگیم نام از یام از سرور. اوکی. یک کمپیوتر سرور هم بذاریم. اوکی نه سرور شد. این سرور هم شد. سرور که میشه سرور باید چی داشته باشه؟ حداقل دی سی پی داشته باشه، حداقل دینس داشته باشه، حداقل اکتیو دایرکتوری داشته باشه. بدون این لوازمات یک کمپیوتر سرور گفته نمیشه. یعنی در واقع چی میتونه باشه؟ ور گروپ میتونه باشه. این هم ور گروپ میتونه باشه، این هم ور گروپ میتونه باشه، این هم ور گروپ میتونه باشه. او باید سرور باشه. سرور حداقل دومین نیم داشته باشه که ما دومین نیم از اینا بفهمیم. مثلا همین سرور 2008 رو در پراپرتیز از این میریم ببینیم. وایت کلیک در پراپرتیز. به مجرد کالی ما در پراپرتیز از این میریم خوب دقت کنیم ببینیم. فعلا پراپرتیز از این به نام چیست؟ ور گروپ است. همین که اکتیو دایرکتوری رو کانفیگر میکنیم یک ریستارت میشه با سعی کنیم چی میشه؟ نام دومین ما میشه. و در این قسمت اگر شما میرید در قسمت چینج سیتنگز. اینجا که شما میرید در قسمت چینج اینجا چیست؟ ور گروپ است. اتوماتیکلی به دومین تبدیل میشه و نام دومین رو اینجا میگیره. نام چی رو میگیره؟ دومین رو میگیره. بعد زیر کنسل کنسل. و اینمیست که باز میتونه کل از این کمیتر رو چی کنه؟ کنترل کنه و قانون وضع کنه. اما در ور گروپی که ما در تاپیک های قبلی خواندیم دو قسمی نبود. یک کمیتر هم سرور بود و هم کلاینت بود. یعنی نقطه مرکزی وجود نداشت، یا نقطه مرکزی وجود داره. اون را که ما سرور میسازیم یک نقطه مرکزی است. ایران کنترل میکنه، ایران هم کنترل میکنه، کل کنترل تحت اثر خود قرار میده این دومین. حالی فهمی داشت اینجا. خب، میاییم اکتیو دایرکتوری رو میبینیم در سر منیجر. اکتیو دایرکتوری انستال شد. بعد از این میگیم کلوز. اکتیو دایرکتوری انستال شد. این رول هم برد میگه اکتیو دایرکتوری دومین سرویس انستال شد. AD اکتیو دایرکتوری DC دومین سیستم. این انستال از اینجا کلیک کرد بیاد این قسمت سرویس از اینجا ببینیم. در اکتیو دایرکتوری چی چیزا داری بیاد اینجا ببینیم. هیچ سرویس ها دیگه وجود نداره. بعضی سرویس ها که اگر چیز است استارتش کن. آف است استارتش کن. فیلت میده برد. و در اینجا بیاد دوباره در اکتیو دایرکتوری ببین چی چیزا داری. هیچی ما نداریم. به دلیل از این ما هیچی نداریم. فقط ما یک مثال کردیم اکتیو دایرکتوری. خلاص. ما کار دیگه در اکتیو دایرکتوری نکردیم. حالا یک باید چی کنیم؟ دی سی پرومو کنیم دیگه. خلاص اینم اساس درس اینم یاد متوجه باشه. حالا چی باید بکنیم؟ هر جایی که سرور کانفیگر میکنیم بدون اکتیو دایرکتوری ناممکن است. اکتیو دایرکتوری خطرناکترین کار است که باید انجام بدیم. و ببینید در این چپتر 740 کل بحث سر اکتیو دایرکتوری است. خب میرین درن میرین درن که رفتی نوشته میکنین دی سی پرومو. این کمند یاد میکنیم. دی سی چی؟ دی سی پرومو. بعد از انتر میکنیم. زمانی که انتر کردین براتون میگه چی؟ یک ویزارد ظاهر میشه از اکتیو دایرکتوری اینه یک. میگه ویلکم تو ده اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انستال بشن ویزا. فقط اینجا نمیگیرین ادواز، فقط میگه نیکس. خلاص زمانی که نیکس گفتین براتون چی میگه؟ آپریتینگ سیستم کمپیتیبیلیتی تانا براتون میگه که شما میتونین ایمپروو سیکیورتی ستینگ ان ویندوز سرور 2008. اینطور یک معلومات براتون میده که چه کارا میتونه ویندوز سرور 2008 و چقدر اون اساسی میتونه داشته باشه. بعد از اون میگه نیکس. زمانی که گفتین نیکس اینجا دوستان متوجه باشین اینجا این بازو رو ببینید. اینجا چند آپشن شما دارین خوب دقیق باشه اینجا. آپشن اول است existing forest. forest چی است؟ forest در مجموع جنگل هم میگه. خوب متوجه. و اگر ما یک دومین دو دومین سه چهار دومین دومین چیز میکنیم کانفیگر میکنیم و یک پینجا یک کمپانی رو کانفیگر میکنیم کمپیوترش ها یک صد دو صد تا کمپیوترش رو کانفیگریشن شده همین ساحی از این بنامی چی یاد میکنه؟
به نام فورست. به نام چی یاد میکنه؟ به نام فورست. خب متوجه باشه. ببینید که در هزار طرف وصل است، مثل یک جنگل واره. به این دلیل به نام چی میگه؟ به نام فورست. اینی دلیل اساسی شد. اینجا میگه اگزیستن فورست. تو کدام فورست قبلی داری؟ تو کدام دومین قبلی داری؟ اگر داری این را جاین داده کن. خوب متوجه. بعد از چی میگن؟ add a domain controller. چی است؟ تو an existing domain. ما کل از این کار میکنیم. ولی فعلا نوبت از این است. خوب متوجه. ما دیگه دومین قبلی نداریم. یعنی ما یک دومین داشته باشیم. دومین دیگی را به نام secondary domain یا چل domain برش کانفیگر کنیم که بتوانیم ستنگاه را منظم بسازیم. اوکی. اگر ا میگی at a domain controller an existing domain، یک دومین کنترلر داری و یک existing domain برش میسازی در داخل ازش. مثل که یک دومین در کابل است، یک دومین در هرات ساخته میشه و هرات با کابل لینک بده که تمام دیتابیس کابل در هرات دیده شود. ولی فهمیده شد؟ یکی یک موجود. اگر میگی create a new domain and a new forest، نه، یک دومین جدید میسازم با یک فورست جدید. خب متوجه، یعنی من حاضر هستم هم یک فورست جدید خودم بسازم و هم یک دومین جدید. کی را نمیتونم، من هیچ فورست هم ندارم فعلا. و آپشن دیگه چی میگه؟ create a new domain in a new forest. اینجا چیز خوب متوجه، create a new domain in an existing forest، یک دومین جدید در existing forest که داری دو میسازی؟ نه، من میگم نه فورست دارم و نه دومین دارم. جدیدن خودم دومین میسازم و خودم فورست میسازم و دیگه دومینام بر ازمی باز جان شوه که خودش یک اگزیستینگ فورست قرار بگیره، یک فورست قبل آماده شده باشه برام. حالا فهمیده شد؟ من هیچی ندارم. پس میگم چی؟ create a new domain in a new forest. من یک دومین جدید با یک فورست جدید میسازم. بازی آپشن رو تک میکنم. اوکی. چون قبلا من ندارم. اینا لیکی را ساختم روزای تاپیکای بعدی اکتیو دایرکتوری ما بازی آپشن و آپشن بله؟ این اولی با دومی سعی کن. اولی است add a domain controller to an existing domain. یک domain controller در existing domain میسازی، یک DC domain controller است. و دومی چیز create a new domain in a new existing. فقط domain میسازی ولی این domain باز domain controller نمیشه، یک domain است ولی این باز domain controller است. حالی فهمیدش؟ بعد از این میگی create، بعد مجرد که گفتی create میگه next. زمانی که نیکس گفتی اینجا بنام چی گفتم بطن FQDN Fully Qualified Domain Name. اینجا یک نام برای دومینت میدی، هر نامی که برای سب میکنی مشکل نیست. ولی .net .com یک پاداش داشت دومینت. فرض مثال من میگم بنام افضلی چی باشه؟ اینجا کلک میکنی افضلی.com. اینی چی شد؟ FQDN شد. اگر من میخوایم یک کلاینت در جایند دومین کنم در اون پروپرتیز کلاینت که میرم گروپ هست رو بعد چی تبدیل میکنم؟ با دومین تبدیل میکنم، دومین نوشتن میکنم افضلی دات کام، بعد از یوزرنیم پسورد دومین هم میفهمم، بعد از لاگن چی میشه؟ دومین میشه. حالا فهمیدید. بعد هم برازی میگین چی؟ نکس. زمانی که گفتی نکس ویزرد بعدی برات ظاهر میشه. خب دقت کن. ویریفای د بایوس. اوکی اینجا میبینید. فورست فانکشن لیول اینی بسیار مهم است. فانکشن لیول این هم فکر کنید ارتباط با ویرژن برقرار میکنه. اگر فانکشن لیول ما سین و سروری که اساس استفاده میشه تا به امروز سرور 2000 است، 2300 و 2000 چند است که شما میخوانید؟ 8. اگر فانکشن لیول تان 2000 میگیریم، 2000 اگر فانکشن لیول میباشه، اینجا براتون میگه که فورست که فانکشن لیولش 2000 است این نمیتونه 2003 و 2008 سپورتشان داشته باشه. خب متوجه؟ یعنی به این مفهوم اگر این فرست دومین میشه، یک دومین میسازی به نام سکندری دومین، یا از پرایمری دومین دومین میسازی به نام چی؟ به نام سکندری دومین یا چل دومین میسازی. زمانی که تو چل دومین یا سکندری دومین میسازی، اگر فرشن فرست تو در اینجا 2008 باشه، اگر تو چل دومین تا میسازی 2003 یا 2008 مشکل نداره. اگر اینجا 2003 میگیری باز تو چل دومین فانکشن لیولش 2008 ساخته نمیتونی، چون باز لیولش بالاتر از این قرار میگیره. پس بهتر از کی رو باز فانکشن لیولش چی بگیریم؟ 2008 بگیریم که ما فانکشن لیولای دیگه رو 2008 و 2003 و 2000 ساخته بتونیم. بعد از این میگیم 2008 باشه فانکشن لیول. اینجا براتون معلومات میده بخونیم براتون. دس فورست فانکشن لیول این تو راس داز نات پرایوت انی نیو فیچر. نیو فیچر را نمیتونه ساپورتش کنه. مثلا چی؟ 2012.
خودش 8 تا 2012 چطور سپورت داشتن داشته باشه. باز 12 باز کلتی رو سپورت میکنن. زمانی که 12 رو شما کانفیگر میکنین لیست 2000 2003 و 2008 بر تو چی میشه؟ ساحل میشه. بعد از این میگیم نکست. زمانی که گفتی نکست، آیا تو خواهان هستی که DNS کانفیگر شود؟ نخواستی بیر استک بکش. میگم نه. نمیخوام. آیا تو خواهان هستی گلوبال کتلا کانفیگر شود؟ نه. آیا تو خواهان هستی RODC Read Only Domain Controller آیا کانفیگر شود؟ نه. این گلوبال کتلاک هم میخوانین و RODC هم میخوانین. چرا در اینجا فعال است؟ غیر فعال است به دلیل از اینکه ما existing domain نداریم. مالی خوب کلیتان کار کنن. به مجردی که ما primary domain کریت میکنیم هر دوی از این فعال میشه باز practical براتون میگم. بعد هم میگین چی؟ next. زمانی که گفتیم next این مسیج هم دینه سر نمیخوانیم کانفیگر شد ولی میگین یس خلاص. فولدری به نام چیز به نام NTDS که براتون گفتم در Active Directory به وجود بیاد. این فولدر در کجا به وجود بیاد؟ در هم میرین سیستم سیودو. اینجا شما اینا بذارین به نام NTDS. اینجا سرچ کنین به نام چی؟ NTDS. اینا NTDS.chi.dot.dot. اکسنشن هستی دیویتی نیست وانا ببین NTDS.dot.dot اونو بوجه با وجود آمده. بعد از این خیرمه اینا میگم کلوز کن که اکتیو دایرکتوری در حال کانفیگر هست. اینا این همی فولدر در درایو سی window/NTDS هست. میتونی لوکیشن شد چنج کنی یک درایو دیگه بگیری و فولدر دیگه ای بنام NTDS هستی هم در درایو هست. فولدر دیگه ای بنام چیز سیزول هست. اگر یک کسی از سیزول تو بکپ بگیره به این معنا که تمام دیتابیس اکتیو دایرکتوری تو بگیره. خوب باری که بفهم این سرور 2008 اگر شما فرض مثال اینجا میرین در هم نوشتم که lusr.mgr.msi سنتر کنید. خوب ببینید اینجا یوزر لوکال یوزر گروپ کار میکنه یا نمیکنه. میکنه. خوب ببینید با مجردی که من اکتیو دایرکتوری نصار کنم کلی یا غیر فعال بشه از لوکالی میره به چی؟ به نیتورک کلی میره. خب ببینید کار کردی میتونم لوکالی بسازم. زمانی که من دومین کانفیگر میکنم ببینید این خلاص شد در از این نکس. زمانی که گفتی نکس برای اکتیو دایرکتوری تان یک پسورد بدین. اگر یادتان باشه در میگریشن براتون یک اشاره کردم یادتان هست که گفتم اکتیو دایرکتوری که بخوانیم اکتیو دایرکتوری هم یک پسورد میخوایم. یادتان آمد یا نامد پسورد برای از این نکس میتین. نکس فرض مثال پسورد باشه شفت که A, B, U, L, 1, 2, 3, 4, 5 یادتان نرست هیچ کس یادت باشه شفت کابل 1, 2, 3, 4, 5 باز تکرار شفت که A, B, U, L, 1, 2, 3, 4, 5 بعد از چی میگیم؟ میگیم نکس. با مجردی که گفتیم نکس براتان میگن بایوس نیمتان افزاری شد افزاری دات کام دومین اصافته فنکشن فورست فنکشنتان چی شد؟ سرور 2008 دومین فنکشن لیولتان هم 2008 سایت دیفالت تان هم فرست سایت نیم شد خلاص و به می ترتیب ادیشنال DNS یپا نو ببینین گلوبال کتلاک یه شده DNS هم ما نگفتیم گفتیم این سال شد نو بعد از این میگین چی؟ نکست. آیا می خواهی این اکسپورت کنی که همی دیتلز پیشت باشه؟ بی اکسپورت داشت در کجا در دستان؟ در دستان اکسپورت داشت که یک نام بوده فرض مثال بنامه چی؟ بنامه میگیم دیتیلز خلاص سیدش برای زیاد رو اوکی اینالی دیتیلز هدی در دستاب میاد بردان اکسپورت میشه این آمد کل مشخصات بردان یک انفارمیشن میده بعد از میگیم چی؟ نکس اینالی یک در حال چیز؟ در حال کانفیگریشن اکتیب دایرکتوری است اینی کتابچگه که هست با شده بسته شده ای پر شده میره که اکتیب دایرکتوری چی شده؟ کانفیگریشن شده بعد از اون دیتیلز از اینجا دبل کلیک کنین بین ببینید کل معلومات رو اینجا برات میده اکسپورت کردیم اون دیتیلز ها ببینید کل هیچ چیز نمون دست بشه تمام چیز معلومات رو میده بعد از اینجا میتونیم کلوز کنیم اوکی سرورتان آی پی هم نداره میتونین یک آی پی برازی بده فرض مثال دارن میرین mcpa.cpa اوکی یک آی پی برازی سب میکنه از کدام کلاس؟ کلاس A، کلاس B، کلاس C. باید کلک در قسمت چی بریم؟ Properties. قسمت Properties یا مثلا نگاه IP برای زیست میکنه. IP ویژن فوری نه کلاس A IP دارن. این 100 100 100 100 100
من میگم کلاس A نباشه، کلاس چی IP میتونم باشه؟ کلاس B سابقه باز کنم نباشه. اینجا بیا کلاس IP بده 192 168 دو چند؟ دو یک. خب متوجه سابقه باز کشم گرفت 255.255.255.0. اینجا ببینین ما چی نداریم؟ DNS IP نداریم. اینا خوب ببینین بعدن DNS IP نمیگیره، بای دیفالت است 127.0.0.1. باز بای دیفالت میگیره 127.0.0. او 127 کدام IP است؟ کی برام میگه؟ نه سعی کنم نمیخوام IP خواهم گفتم براتون، نه که از 0 تا 126 IP کلاس A میشه، 127 مربوط لوبک است، نگفته بودم آه میگیره خود چیزی که من خودم گفته باشم پرسان میکنم 127 مربوط لوبک بگیر اوتوماتیکل در DNS اونم IP بگیر و باز ما IP را چنج میکنم IP DNS براش میده. خب در حال انستالیشن هست، حال انستالیشن گروپ پالیسی منیجمنت انستالیشن میشه، کانفیگر میکنید، هاشم ارسال میکنه، خلاص یک ریستارت میشه. با مجردی که ریستارت شد عالی، ببینید که چی شده، تمام چیز به دامین تبدیل شده، یعنی از یک دنیا رفتیم به دنیای دیگه حرکت کرده. در قسمت استارت مینو در اینجا شما چی میکنین؟ ادمنستراتیف تولز. در ادمنستراتیف تولز ببینید سه دستور اینجا اضافه شده، Active Directory Domain Address, Active Directory Site and Service, Active Directory User and Computer. هر کمپیوترهایی که همراه تو جایند است، هر چقدر یوزرهایی که تو دارید در اینجا باید اضافه میشه. امروز کلک Active Directory مثال کنید که داریتون که باید میمونم. ADS ایدود ندارین و می ترتیب ببینید کل موضوعات در اینجا است. ODBC Object Database Control و می ترتیب Security Configuration هاست در اینجا. Server Manager هست، Service هاست. در Service ما چی را کار کرده بودم؟ نخواندین نی؟ اپ لاکر باز دیگه کار میشه سرور دو ازورش سرویس آن میکردین آف میکردین اپ لاکر نمیخوانم دیگه خیلی چی بود سیستم کانفیگریشن هست اوکی. این حال اگر میگم اکتیو دایرکتور یوزر اند کمپیوتر اینجا ببینیم تاپک های گذاشته کلش ارتباط داره که نخوانین اینجا جنجال هست. چرا مسج میده؟ به خاطر اینکه در حال چیز منیج کردن اکتیو دایرکتوری است. سیف کیوریس ولی اکتیو دایرکتوری بالاش یک علامه چی اومده؟ ایکس اومده. تا بال تکمیل نشده. کلوز. و کمپیوتر تمام ور گروپی که هست اونم ور گروپ است. خب. دی سی تو امینا چی شده؟ افسری شد. گرفت. دومین کنترل داد. یا آبجکت هاست. کل نزیبات بار اول که لاگین سرور میشین بدون DNS Active Directory سرور سرور نیست. دومین چی بسازه خیر اگر شما DNS Active Directory نفهمید. کل کار رو بسازه زیرین ما شما بیتنم انجام. خلاص شد. بعد از اون میگین چی؟ فنش. زمانی که فنج گفتیم میگه ریستارت میشه، این را ریستارتش کرد. حالا یک چی شده که امتر ما به دومین تبدیل شده ببینیم. بعد از ریستارت میبینیمش که امتر چی شده به دومین تبدیل شده. این اوتوماتیکال ریستارت میشه. باز ما میتونیم هر رولی از سرور جداگانه ریستارت، استارت، استاپ کنیم. سرویس هایشان رو میتونیم جداگانه استاپ، استاپ کنیم. قبلا که ما لاگین میشدیم خالی میامتی یوزر ادمنستریتور نی حال یوزر دام دومین می از سلاش می حالی هر کمپیوتری که میخواد جویند دومین ما قرار بگیره شرط اول باید چی داشته باشه؟ یوزر نیم و آی پی را که میفهم اول خود جویند دومین بسازه با مجردی که خود جویند دومین میسازه نام دومین هم میده بعد از یوزر نیم و پسورد هم میده جویند دومین شده خلاص دیگه دومین بالا از چی میکنه؟ حاکمیت پیدا میکنه باید از پیش دومین یک جای رفتان نمیتونه کدام دو هزار رفت؟
سوال خوب این دو سرور نیست خوب کلایت هست تصمیم چطور شخص چرا سرور میخوانی؟ آه سرور میخوانی نیخوانی ما شما هفته شسته چلو ما شروع شد نه سرور 2008 اصل موضوعی نویز او سوال خوب کلایت سوال داشته باش کلایت یک سرور 2008 داخل داشت فان ماشین نمیستان اگر تو ویندوز کمپیوتر تو سرور 2008 کنی خوب خوب خوبه این خوب این خوب است ویندوز کمپیوتر تو سرور کنیم و داخل ورچوال ماشین یک دو دونه کلاینت انستال کنیم ویندوز 7 این بیخی اساس است به خاطر از اینکه اپراتینگ سیستم مین اپراتینگ سیستم شما سرور می باشه دیگه بیخی خوب فست کار میکنه اما قصه چیز نشه لیلی مرد بود یازه دست من اگر میشد خیلی میکروسافت دیوانه است و بلگسکر سافتیر میکشن پس من نمیشون دینش کلی موضوع دومین کنترولر در سرور 2008 میشه یکانه سرور است که مثلا از 2003 کرده یک ویژن بالاتر حساب گیره تو 2003 است و بلاوی از اون منجمنت سرور 2008 از 2003 کرده خوب است و خودش یک آپریتیک سیستم است یک سیستم عامل است ولی به نیتورک استفاده میشه تو یک تعریف داره ویندوز سرور 2008 استفاده نمیکنید برای ویدیو، برای فیلم دیدن، برای موزیک یپانی است. صرف برای سرور کنترلینگ است. برای چی سرور است خلاص؟ خودش یک آپریتینگ سیستم است مثل ویندوز 7. ولی این برای نیتورک استفاده میشه. کل جای نیتورک. حالا خود جای زیاد دیگه نم سرور 2003 یوز میکنن. دیگه اونا خواهد اکسس بعد سرور 2008 در مجموع مگی خو نداره. بنابراین نمیدن از 2003 استفاده. و هم یک سرور از یک آپریتینگ سیستم است یا یک آپریتینگ سیستم خب بعد از ریستارت اپلای میکنه رولایشه اوکی حالی میبینین دیگه که به دومین بنام افضلی داخته است شما دومین برای خود بسازید سمیر.com یا .com بتین یا .net بتین یا .org بتین اینی موضوعات باشه اکستنشن ها باید باشه غیر از اکستنشن نمیدونم شما گوگل ها سرچ کنین گوگل چیه .com هست سیستی؟ به می ترتیب yahoo.com هست یعنی شما خودتون یک دومین میسازید که دیگر را از دومین شما یوز کنن بعد از ما شیر میکنیم در دومین میمانیم دیتا را دیگر از استفاده میکنیم زیاد موضوع یک کمتر که دومین میشه وزن از اون حجم از اون زیاد میشه دیگه خلاص روز به روز اون زیادتر شده میره حجم گرفته میره و یک خوبی که در سرور 2008 است هر رول جداگانه نصارش کنید سیکیورتی پالیسی رکار داری اکتیف دایرکتی رکار داری تمام چیز اگر تمام رول هم رای خود از این نصار میبود دیگه خوب ازش به یکی زیاد دید باز بنا بینه میدلیم وزنش کم از اون شش هفت چیمیست این پی سی ها را میزنیم، سرور میزنیم برده و درایوی کانفیگر کردیم، شما خدا نیست اپلاین سیکیورتی پالیسی ای نده بنامه چی شد آلیگر؟ افضلی سلاش را کنستریت دیدیم؟ تو بیش قبلن چی بید خالیت منستریت را بود؟ پسورد همون پسورد است اگر تو میگه نوشتم میکنیم بایی چه نورد افضلی شفت افضلی یک دو سی این دومین پسورد است ولی کمپیوتر ما چی شد؟ دومین شد ولی از ور گروپ برام آمدن میریم چک میکنیم ور گروپ اوتومات کلی به چی تبدیل شده؟ افضلی دارتان دومین شده این ساختن یک دومین است که شما چطور یک دومین میسازید بعد از اینکه جاین دو دومین میکنیم بعد از اینکه دینس کانفیگر میکنیم بعد از اینکه اکتیو دایرکتوری یوزر میسازیم بعد از اینکه اکتیو دایرکتوری کامپیوتر اد میکنیم قگپا سر اکتیو دایرکتوری ما شما داریم اوکی استارت منو ببینیم در پراپرتیز اوکی برنامه چی شد آلیگ؟ افضلی دیگه آه دیگه خود تبیز که دومین شد این جبه رو ببینه چه ستنگ؟ اینه بیاد چه شد برنامه چی شده؟ اوکی دومین دومین برنامه کیست؟ بیا بسید بی بیشی بیدی ده داشت برنامه چیست؟ افضلی دیگه ور گروپ چی شد؟ از بایدار یعنی ور گروپ نیتورک فعلا خلاص شد دیگه ما ور گروپ اینه نمش داشت این حالی هر کمپیوتری که جاین میشه بعد نام دومین رو بفهمه با مجرد که نام دومین رو میفهمه میتونه باید میشه
این حالی اگر حالی یک میرین در نوشته میکنین LUSR MGR dot MC حالی مساج LUSR MGR dot MC چی شد؟ از بین رفت. چرا؟ کمترم از لوکلی به چی تبدیل شد؟ به نتورک تبدیل شد. خیلی فهمیده شد بچه تو میتونی یوزر ساخته نبکنی انجام بیتی ولی جای داره برخواد هر چیزی از خود یک جای داره. این کار در کجا کرده میتونی؟ در قسمت Start Menu Administrative Tools Active Directory User هم میتونی بیتر کلی کنی. در Active Directory User هم کمتر گرفت این دومین و منام کی سبزلی داره نبکنی؟ اینجا بالای دومین کلیک و زمانی که در دومین کلیک کردی اینجا بلتن اکانت ها را برتان گفته بودم در کلاینت سمت سیسی اینجا شما بالا یوزرز بیاریم ببینید در یوزرز یکی یوزر داریم اینا بلتن یوزر دومین یوزر دومین اکانت تمام اکانت هایی هست که در دومین وجود دارد. اگر تو میخوایی که در اینجا یک یوزر بسازی رایت کلیک و برازی بگو نیم یوزر اینه خوب متوجه در نیم اینجا نیم چی میگه؟ کانتکت میسازیم، گروپ میسازیم، آبجکت ها میسازیم، NSMQ میسازیم، پرینتر باری، یوزر میسازیم. اما اگر اینجا میبرزیم میگی یوزر، اینه یوزر. امون موضوع است، ولی نیکسش رو. فرض مثال یوزر بنامه چی؟ بنامه مثال MCITP. اوکی. لست نیم عبارت از چی بود؟ لاغان نیم بود. یادتان از اکل هنگیز سمن خانیم، MCITP. اوکی. بعد از این دومین ما بنامه کی سبتالی دار که بینید اتومات کرده دومین خدا گرفتن و تو یوزرنیم تا بده میتونی بویی که مثلا یوزرنیم بنامه سمیر ات افزالی دار کن به اونجوره دیکن چی میکنه لاغان شو مثلا نام از امیم سی آی تی بیست اینجا لاغان نیم تاین میکنی باش مثلا میگم سمیر سمیر چی میشه؟ سمیر ات افزالی دار کن که میگه لاغان میشه. بعد از این میگی نیکس زمانی که گفتی نیکس چهار آپشن است که پرکتیکر براتون گفته بودم سیس یوزر ماست چند پسورد اکس نکس لاغان چقدر خوب شد نیگفتم براتان بخوانین کلاینت که سرور خوبی شیز اگر من یوزر که نا چند پسورد پسورد نیور اکسپایش اکاونت از دسیبل اکاونت از لاکاوت پنهان است زمانی که سیک پول دیگه میتونی ولی بر روش دیگه دیگه اضافه میشه سی شد انشالا این بود اکتیو دایرکتوری انسالشن دی سی پرومو کانفیگریشن اکتیو دایرکتوری. روز بعدی تاپیکی که ما شما بالای چی داریم؟ بالای DNS داریم. دومین نیم، سرویس، DNS کانفیگر میشه، کلاینت جوین میکنیم، یوزر میسازیم، کامپیوتر کانفیگریشن موفق و کامل باشه.